درود بر همه شما یاران ایران فردا. یک بار دیگه بنده افتخار این رو دارم که به میزبانی صداهای شما بیام. گلایه ها، محبت ها، گلایه چه عرض بکنم؟ گفتم من صداها رو قبلا گوش نمیدم، ولی اینجا که گوش میدم بعضی از همکارانم نگرانن. آقا بگم باورت نمیشه، حتی اونی که انتقاد میکنه یک دریا مهر رو میریزه رو من و انرژی میده، یک هفته منو شارژ میکنه. بعضیاتون هم پیام خصوصی میدید. اون هموطن کردم باور کن 50 دفعه تلفن کردم. این شماره شما رو من دائم میگیرم. میگه مشترک گرامی، شماره شما در دسترس نمی باشد، یا مشترک ما در دسترس نمی باشد، یه همچی چیزی. من مرتب میگیرم. باور کنید من کسانی که شماره میگذارن بی اعتنایی نمی کنم. در اوج گرفتاری اون لابلای وقتی که پیدا میکنم و یک چای بسیار نابی، الان اخیرا دو تا چای رو این دوست ما مدیر تدارکات قدرت خان قاطی میکنه با هم دیگه، یه چیز معجون درجه یک میشه، یک معطر و یک کمی معطر، بسیار خوش رنگ چای لاهیجان. اصلا وقتی میخورم یاد اون چای شکسته زردی نیم کیلویی سفیدا یاد اون میفتم که مرحوم پدرم خیلی دوست داشت. بعد چای توینینگ هم قاطیش میکرد، خب خیلی خوب میشه. ولی حالا سیلان، چایی های مختلف، ولی چای لاهیجان خودمون، به خصوص اونایی که از مزرعه قوام سلطنه میومد. بهمن چهاردهی اینا رو خوب میدونه چون پدرش پیشکار قوام سلطنه بود. یاد باد آن روزگاران، یاد باد دادن. میرفت لاهیجان رد که میشد، بوی این عطری که توی مشامش میشست. بابا ایران خیلی عزیز و نازنینه. همین الان من با عکساش عشق میکنم، با فیلمایی که میگیرن. بعضی وقتا دوستانم، عزیزانم فیلمایی میگیرن برام میفرستن. هنوز کوچه کوکبی زیباست، هنوز بخارست، کوچه هشتم، میدون آرژانتین، هنوز آپادانا زیباست، امیریه زیباست، کوچه وستاهل، کوچه پیربستام، خیابان بوعلی، منیریه، سینما نور، سینما داریوش، سینما فلور، مدرسه ایران، خانم جهانبانی. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. واقعا چه بگویم، همش داریم با اونا زندگی میکنیم. شماها که زنگ میزنین از خانه پدری دیگه، خلاصه دل بنده، دل منو احوالات شو باید بپرسی. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است. بریم ببینیم شما این هفته چه گلایه ها، چه محبت ها، چه اظهار لطف ها، چه راهنمایی هایی دارید. میشنویم اولین تماس گیرندمون. سلام عرض میکنم جناب آقای نوریزاده، من برنامه شما رو خیلی دوست دارم، یعنی تمام دلخوشیم تو زندگی برنامه شماست. من این الان داشتم این ایران آریایی رو نگاه میکردم، این آقای حسن دایی راجع به کمک هایی که ایران به لبنان کرده و براشون خونه سازی کرده، بیمارستان فلان، چقدر خرج کرده، ولی میگه اینا مسلمان هم. مگه ما مسلمان نیستیم؟ من یه دبیر بازنشستم، حقوقم 1,200,000 تومنه، چقدر زحمت کشیدم، چقدر کار کردم، یه پسر معتاد دارم که بیکارم هست، باید نصف حقوقم هم بدم به اون. حالا شما ببینید من چطوری باید زندگی کنم. من همیشه 10 روز میتونم با این پولم زندگی کنم، بقیهش باید چیکار بکنم؟ این آقای خامنه ای یعنی رحم و انصاف نداره، این هیچی نداره. چه بگویم هموطن عزیزم، چه بگویم؟ اولا بسیار متاسفم که فرزند شما گرفتاره. امیدوارم فرزندتون همین صدای پر از بغض شما را اگه شنیده باشه دست از اعتیاد برداره. تا
داشتم یه برنامه تلویزیونی رو میدیدم، داریوش عزیز توش بود و داشت از تجربه خودش میگفت که چجوری غلبه کرد بر این بیماری اعتیاد. خب من داریوش رو خیلی وقت میشناسم، سالهاست از ایران، و اینجا دیده بودم وقتی گرفتار بود چطور بود. امروز سربلند، مغرور، وقتی میاد روی صحنه آدم میبینه که یه آدم مقتدر میاد روی صحنه و چقدر دلپذیر مشاهده او، که میدونه گرفتاری رو از جان و جهانش پاک کرده. چون فقط از جان پاک کردن نیست، از جهانت هم باید پاک بشه، از روانت هم پاک بشه، فقط جسم نیست. اما در مورد این که در جنوب لبنان چه کردن، یه نکته رو من بهتون بگم. حسن نصرالله با کمال وقاحت یه چک 500 میلیون تومانی به امضای آقای خامنه‌ای رو آورد. آقای خامنه‌ای که ارث پدری نداره، خونه 50 متریشون فروش هم میرفت تقسیم میشد بین برادرها. اون زمان که مرحوم پدرشون به رحمت خدا رفتن، حد اکثر یه چیزی 200-300 هزار تومان گیرشون میمد، ولی ایشون یه 500 میلیون تومان داده بود حسن نصرالله. اینجوری گرفت جلوی تلویزیون گفت پول حلال، داشت کنایه میزد به سعودیا، چون اونا 2 میلیارد دلار اومدن تو لبنان خرج کردن برای همه لبنان. پول جمهوری اسلامی فقط برای شیعیان جنوب لبنان و زاهیه، منطقه جنوب بیروت. پارکی در اونجا ساختن که نظیر اون پارک در ایران که نیست، در خاورمیانه هم نیست. لبنانی هم با سلیقن، خونه های شیک، 3 اتاق 2 اتاق خوابه، با تمام فول سرویس، حمام، تشکیل، مجانی دادن به افسرهای حزب الله، به ساکنان جنوب لبنان که طرفدار حزب الله هستند، نه همه شیعه ها، شیعه های طرفدار حزب الله. خونه های اون بقیه شیعه ها از اون پولایی که سعودی ها، قطر و کویت دادن ساخته شد، ولی فقط برای خود اونا خونه های شیک با ساتلایت، با همه چی کامل، هدیه جمهوری ولایت فقیه. در کشوری که خود ما میلیون ها ایرانی بی خانه داریم که برای 2 تا اتاق چه مصیبتی دارن. باری بله بله، شما میفرمایید مگه ما مسلمان نیستیم؟ مسلمان هستیم. مسلمان ذوب شده در ولایت فقیه نیستیم، به همین دلیل از مواهب ولایت برخوردار نمیشویم. هموطن بعدی. جناب آقای نوری‌زاده، از ایران تماس میگیرم. بقا، سلامت، تندرستی و شادکامی را شما آرزو میکنم. خدا حافظ. سپاسگزارم دوست من، لطف کردید همین که از ایران زنگ زدید برای اینکه مهرتون رو به ما بدید. انرژی مثبت صدها بار سپاسگزارم. هموطن بعدی. سلام عرض میکنم، من از تهران مزاحمتون میشم. آقای نوری‌زاده عزیز، یکی از هواخواهای خیلی خیلی خوبتون هستم. برنامه های قشنگتون رو همیشه توجه دارم، نگاه میکنم. شما آهنگای عربی که گاه گاهی پخش میکنید از خانم فیروز و آقای عبدالحلیم حافظ، میخواستم یه خواهش ازتون بکنم. اول که تلویزیون رادیو قاهره شروع به کار کرد، خانم ام کلثوم اولین خواننده‌ای بود که به نام بلبل شرق معروف بود و واقعا صداش عین قناری بود. خواستم ازتون خواهش کنم تو این برنامه هاتون آهنگ علی ولد المحبوب و افرح یا قلبی خانم ام کلثوم رو اگه براتون امکان داره و دارید بر ما پخش کنید، ضبطش کنیم. بی اندازه از دوتتون ممنون میشم. قربونتون برم، قربون همه تون برم. خداحافظ شما. عزیزم خدا نکنه، دوست نازنینم، چشم، افرح یا قلبی حتما. خواننده داشتیم در ایران، خانم روح پرور، از ام کلثوم یه کمی درشت‌تر بود، فوق العاده صدای قشنگی داشت، اما رادیو نیرو هوایی میخوند و بعدم تو کافه های لاله‌زار
کافا اون تئاترای لاله‌زار. این افرحیا قلبی رو به قدری زیبا میخون. یه وقت که سادات اومد اینجا در پذیرایی که ازش میکردم، خواننده های سرشناس خانم گوگوش اینا میمدن، خاطر پروانه و گروه فرهنگ و هنر هم میمدن که خاطر پروانه یه آهنگ عربی برای سادات خوند، گوگوش هم میخوند یکی از آهنگای فیروز رو. ولی یه شب روح پرور آوردن. ظاهرا یه نفر از کارکنان دربار گفته بود این افرحیا قلبی رو میخونه. به محض اینکه این صداشو بلند کرد گفت افرحیا قلبی، اشک تو چشمای سادات جمع شده بود و سرش آورد طرف شاه و نگاهی به شاه کرد، کلماتی گفت، سرش رو تکون داد و همینجوری اشک میریخت. افرحیا قلبی، قلب من شادان باش. چشم میگم مثلا محمد صفریان توی برنامهش توی چمتا یک برنامه رو اختصاص بده دوباره به ام کلثوم، کمه هرچی از او بگویی. هموطن بعدی من، جناب آقای نوری‌زاده، تشکر میکنم از برنامهاتون. امروز در شهرستان کازرون استان فارس سه نفر به جرم معاربه مفسد فی الارض اینا رو اوردن روبری به هتل بیشاپور اعلام کردن. اینا همشهریت نماینده مردم کازرون هستند، جناب آقای شاهین محمد صادقی. اینا به جرم اینکه فحاشی به جمهوری اسلامی کرده بودن اعدام شدن، هیچ جرمی دیگه هم نداشتن. با تشکر از کلیه برنامه هاتون. بسیار متاسفم دوست من. اهانت به نظام، اعدام. بسیار متاسفم. این خبر اگر واقعیت داشته باشه نشان دهنده اینه که تمام نگرانی ها و دل مشغولی های ما بعد از برجام درست بود. اینکه فکر میکردیم آدم خوران رژیم دست به کار خواهند شد. من بسیار متاسفم از اینکه چنین خبری رو میشنوم. ممنونم از شما که پیگیر اخبارم هستید. ما خبرنگاران زیادی در ایران داریم. همه شما با خبرهایی که به من میدید، ایمیل هایی که با خبر میفرستید، بسیار ازتون سپاسگزارم. هموطن بعدی، سلام مجدد. من به خاطر اینکه پیغام دفعه قبل طولانی بود، این بار گفتم سریع کوتاه دوباره تکرار کنم. اول اینکه خواهش من در واقع پیغام من رو پخش کنید، چون من چند بار قبلا پیغام گذاشتم پخش نشده. و اولا از همه همکاراتون، همه بچهای شبکه تشکر میکنم. خیلی برنامه‌تون خوبه، برنامه های شاهین پر، برنامه های سیکس مشکی، برنامه خود دکتر نوری‌زاده که خیلی عالیه، برنامه های در واقع شاهین پر و مشکی هم به همین ترتیب، برنامه هنریتون خیلی خوبه، برنامه سینمایی چمتا همه خیلی خوب هستن. فقط دو تا نکته، یکی اینکه این آقای در واقع ماشاءالله عباس‌زاده بهشون بفرمایید که این کلمه جستار نیست، جستاره. جستار یعنی از ریشه، از در واقع بن جستن، جستجو کردن. یکی اینکه در واقع این آقای مجری شبکه در واقع برنامه سوت که ایشون هم این شبکه برنامه رو کرده، در واقع برنامه مورد علاقه خودش و این دوستانش که خیلی گرایش های پرسپولیسی دارن، این هم صدایی در هر حال یده رفع استقبال بوده بوده، این هم که قبلا هم اعتراض شده بود. این هم یه مورد در مورد آقای چالنگی که در حال تم برنامهش، تم حالت به قول معروف ناله درمانی، نفرین درمانی، چون پیدا کرده، چون تو هر قسمتی یه موضوع مشخص نداره، هی این تکرار مکررات هم حرفای در واقع هر هفته هست. این دوست تو مورد رو به عنوان انتقاد خواستم عرض کنم و بقیهش دیگه هر شهر تعریف. مرسی از همتون و مرسی از وقتتون. خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست عزیزم. در مورد جستار که خب حرفتون درسته و حتما همکار عزیزم آقای عباس‌زاده‌ام بهش توجه میکنه، من یه نکته رو بهتون بگم. من همه برنامه رو میبینم ولی گاهی اوقات از دستم در میره. یعنی واقعا یه نفر در طول روز با همه کارا و گرفتاری هایی که داره همه برنامه رو هم ببینه، گاهی از دستش در میره. از این بابت پوزش میخوام. در تلویزیون ایران فردا واژگان باید درست ادا بشه. اونجا هم یه سهو بوده مطمئنن، چون آقای عباس‌زاده انسان خردمند و با فضلی است. در مورد آقای چالنگی، آقای چالنگی
استایل و اسلوبی داره و مطابق استایل و اسلوبش هدایت میکنه کشتی تفسیر خبر رو. بارها شده بینندگانی اظهار نظری کردن، آقای چالنگی پذیرفته، براش خیلی هم دلپذیر بوده که به اون سخن و اون توصیه گوش بده. در مورد سوت میدونید که من پرسپولیس خیلی دوست دارم، اینو بگم، پسرم پرسپولیسیه، امید پرسپولیس منم خیلی دوست دارم، ولی من استقلالیم. به دلیلش هم به اینه، خیلی ساده بگم، از همون روزگار کودکی همراه دایی هم ابراهیم چیتگر، قهرمان قهرمانان ژیمناستیک، دنبال اون که منو میبرد ورزشگاه و استادیوم و فوتبال و اینا، دنبال تاج رفتم. بعدم عاشق این چهرهایی مثل بویوک که جدی کار بودم، کوزه کنانی، عارف قلی‌زاده، اینا همه توی زندگیم بودن دیگه. بعد اومدیم تا قلیچخانی، اینا برای من خیلی با ارزش بودن. یه چیزی براتون بگم جالبه، تو کوچه مهران بویوک جدیکار یه فروشگاه ورزشی داشت، خود و برادرش. کلاس هفتم که میرفتم مدرسه هدف چهار، هدف شماره چهار، از اونجا میمدم تا سعدی که سعدی سوار اتوبوس بشم، چون تو فردوسی اتوبوس نمیمد، من سعدی پیاده میکرد. در نتیجه کوچه مهران رد میشدیم. هر روز و هر بهانه‌ای من میرفتم تو این مغازه جدیکار، حالا یه بلوز ورزشی میخریدیم، یه شورت ورزشی، یه توب، یه هرچی، ولی برای اینکه جدیکار رو ببینم. اینقدر دوستش داشتم جدیکار، 50 تا ازش امضا دارم. حالا اگر آقای خسرو جدی ته دلش پرسپولیسیه، مدیر شبکه تاجیه، زیاد زیاد ایراد نگیرین، مشکل نداره عزیزم. چشم، من بهشون میگم که مبادا این توهم پیدا بشه که برنامه سوت جهت داره، اینجوری نباید باشه و نیست. من سوت رو نگاه میکنم، خیلی آقای خسرو جدی تلاش میکنه و کسایی هم که باشون گفتگو میکنه آدم های سرشناس و برجسته ای هم. آدم راجع به ادیب‌زاده میتونه مثلا ایراد بگیره، میتونه یک کلمه میتونه راجع به ادیب‌زاده شک کنه، راجع به آقای شیبانی، مرد محترم عرصه تحلیل ورزشی، و دوستان دیگری که میاره و همشون در کار خودشون آدم های برجسته. خب بیننده بعدیمون. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، ضمن سلام خدمت شما و خدا قوت، مقدوره در مورد تلفن یه توضیح مختصری بدید. گرچه قبلا هم تقاضا کرده بودم به دلیل پارازیت شدید نتونستم برنامه جواب رو ببینم، بنابراین میخواستم بدونم ماجرای تلفن از چی بوده، واقعا مربوط به کدام کشور بوده و به چه دلیل برش این اتفاق افتاده. ممنون میشم. ایرانی هستم از خانه پدری، مجددا از شما متشکرم. خدا حافظ. دوست عزیزم، من پیرو تقاضای شما و دوست دیگری یه برنامه مثلا گذاشتم پنجره رو به خانه پدری، راجع به مسئله توضیح دادم، چون قصه ساده ای نیست. یعنی شما یک سرزمینی است که بنی اسرائیل یا یهودیان در زمانه‌ای در اونجا بودن، بعد میدونید که بخت النصر رفت معبدشون رو ویران کرد، سرزمینشون رو اسارت گرفت، کوروش بزرگ آزادشون کرد، بازگرداند و کمک کرد که معبد سلیمان رو بسازن. اما در اونجا ساکنانی بودن، جنگ‌های صلیبی شد، بعدش مسلمونا بودن و قوم فلسطین، قومی که اونجا هستن، یهودی بودن، مسیحی بودن و مسلمان، طبیعتاً سرزمین مال اونا بود. اتفاقی که افتاد وقتی امپراتوری عثمانی تجزیه شد، این بخش از امپراتوری عثمانی، منطقه هلال الخصیب، تقسیم شد بین بریتانیا و فرانسه. فرانسه لبنان و سوریه رو برداشت در هیئت سوریه بزرگ، بریتانیا عراق بود و ماورای اردن بود و فلسطین. جنایتی که آلمان به در حق یهود کرد، سکوتی که واتیکان کرد
در برابر 6 میلیون کشته و کوره های آدم سوزی. همه و همه یه نوع گریبان اروپا رو گرفت. در این حال در دوران جنگ بسیاری از یهودی های اروپایی مهاجرت میکردن، میرفتن به فلسطین. فیلم اکسدوس یادتونه؟ پول نیومن توش بازی میکرد، ایوا ملیسنت. همین داستان اینا بود. رفتن در فلسطین. بعد دوتا گروه ها، بعد بریتانیا اومد که استقلال بده. دبیرکل سازمان ملل تو وسط اومد، صحبت شد. دو سازمان تروریستی هاگانا و ایرگون در اونجا توسط یهودیان درست شد و اینا شروع کردن مخالفان خودشون رو ترور کردن. حالا چه عرب بودن، چه دبیرکل سازمان ملل بود در هتل کینگ دیوید، چه آدم های دیگه بود، نماینده بریتانیا بود، چه نماینده سازمان ملل. به هر حال سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل استقلال اسرائیل رو در نیمی از سرزمین فلسطین به رسمیت شناخت. پس نیمی شد اسرائیل و نیم دیگر چه سرنوشتی پیدا کرد؟ ساحل غربی رود اردن، رام الله، خلیل، این بخشی که امروز دولت خودمختار در قسمتی از اون برپا شده، این به دست اردن افتاد. غزه در دست مصر به صورت یه ودیعه که تا اونجا باشن تا تکلیف فلسطین روشن بشه. در سال 1956 اسرائیلی‌ها به مصر حمله کردند. خب داستانش سرانجام تموم شد و اسرائیل تخلیه کرد صحرای سینا رو. ولی 67 عبدالناصر بود که نیروهای صلح سازمان ملل رو از تنگه تیران بیرون کرد و کشتیرانی رو به روی اسرائیل بست. درچه اسرائیلی ها حمله کردن، غزه رو گرفتن، سرای سینا رو گرفتن، بلندی های جولان رو گرفتن و ساحل غربی رود اردن رو. در سال 73 هم یه جنگی در گرفت که اردن شرکت نکرد. سوریه و مصر بودن که پیروزی هایی برای مصر به همراه داشت. همه اینا میشه تاریخ. امروز مطابق قطعنامه سازمان ملل 242 اسرائیل باید به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 عقب نشینی کنه. یعنی دنیا نه اشغال بیت المقدس شرقی رو پذیرفته، نه اشغال جولان رو، نه مناطق دیگه که اسرائیل انکس کرده، یعنی به خودش چسبونده جز خاک خودش. طرح صلح ملک عبدالله در 2003 در کنفرانس سران عرب در بیروت تصویب شد. به موجب این طرح اگر اسرائیل زمین‌های فلسطینی‌ها رو در قالب سال 67، نمیگن سال 47 یا 48، سال 67 برگردونه، 22 کشور عرب باهاش رابطه دیپلماتیک برقرار می‌کنه و تمام کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. مطابق اعلانی که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از بیروت و طرح صلح ملک عبدالله در نشریات بزرگ جهان چاپ کرد و جمهوری اسلامی هم اعتراضی نکرد. و من آرزوم اینه یه همچین اتفاقی بیفته و ابو مازن که مرد صلحه یک شریک صلح در اسرائیل پیدا کنه. نتانیاهو اهل صلح نیست، لیبرمن هم نیست، اما خانم لبنی صلح میخواد. بریم به سراغ بیننده بعدی. خسته نباشید، من از امریکا تماس میگیرم. با تشکر از زحماتتون، از برنامه های خیلی عالیتون. داشتم برنامه جناب فنین سخن رو نگاه میکردم، آخرین برنامه شون رو برای آخر همین هفته،
ایشون در آخر برنامهشون یه قسمتی هستش که یه تیکه از برنامه رادیو تلویزیون ایران رو میذارن. خب من شخصا به شما دوست ندارم تلویزیون ایران رو نگاه کنم، ولی به طرز خیلی عجیب غریبی یه برنامه رو داشت نشون میداد به شده اینکه یه پرتغالی خراب میشه نمیشه اینا. آقای سخن اومده بودن این مبحث رو تمسخر کرده بودن که ببینید یه مبحث هست به اسم مبحث هامیوپاتی که اگر شما راجب شعور سلولی هستش که اگر شما تشعشع مثبت بدید به سلولها یا مولکولای یه جسمی در اون و مولکولای اون جسم رو زیر میکروسکوپ نگاه بکنید تغییر شکل سلول و مولکول شما میتونید نگاه کنید قشنگ زیر میکروسکوپ معلومه. این یه قضیه کاملا علمی هستش، ثابت شده هستش و خیلی از یه آقای با معلومات و کمالاتی نسیشون خیلی بعید بود یه همچین اشتباه. اجازه بدید من این پیام رو شما جداگانم داده بودید، من مستقیما فرستادم برای آقای سخن. اصلا فکر نمیکردم الان دوباره اینو بشنوم، چون برای آقای سخن نوشتم که این رو شما گوش بدید، اگه لازمه خودتون بهش جواب بدید. بنابراین من وارد این مقوله نمیشم، واگذار کردم به خود آقای سخن که ایشون جواب خواهند داد. چون من اطلاعی از این ماجرا ندارم واردش هم نخواهم شد. هموطن بعدی ما، عرض سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و تمام همکاران. من یه سوال داشتم و خواهش میکنم این و هر روز هم برنامه شما رو مشاهده میکنم. یتونید بگید که از امریکا هم تماس میگیرم از لس آنجلس از گلندل که آقای خمینی که خلاصه این انقلاب اتفاق افتاد و اومد، من نشنیدم، من هم 5 سال از ایران اومدم، که آقای خمینی رفته باشه مشهد زیارت امام رضا با اینکه از اقوام و انصار و اینا همه دست پا میشکنن برم و از کشورهای دوست و همسایه هم میان. این رو خواهش میکنم جواب بدین، خیلی متشکرم میشم. مرسی، خدا حافظ. اولا آقای خمینی به امام رضا اعتقادی نداشت، بر این باور بود که او ولایت عهدی امین رو قبول کرده و بنابراین مقام امامت رو حرمت نگذاشته، ولی عهد شده، دشمن سلطنت بود، اصلا کلمه سلطنت او رو بیمار میکرد و امام رضا پذیرفته که ولیعت باشه. در جوانی ایشون رفته بوده، قبل از اینکه سال 42 باشه ایشون چند نوبتی مشهد رفته بود، من این رو میدونم چون مرحوم آقای دامغانی، علامه دامغانی، پدر استاد بزرگوارم دکتر احمد مهدوی دامغانی، این یک برخوردی هم با آقای خمینی داشتن. ایشون با آقای میلانی هم ارتباط داشت، با آقای کفایی خیلی بد بود و مشهد رفته بود، ولی بعد از انقلاب ایشون مشهد نرفت. اگرم کسی بیاد بگه حال نداشتن اینا، نه، ایشون چطور اینقدر حال آدم کشی داشت؟ حالم داشت، مشهد نرفت، اعتقادی به امام رضا نداشت برخلاف آقای خامنه ای. هموطن بعدی، سلام، قربان، خسته نباشید، درود می‌فرستم به همه شما دستندرکاران بر تلویزیون قشنگ ایران فردا و همچنین جناب آقای نوری‌زاده. می‌خواستم که ببینم راجع به این کتابی که تازه جدیدا منتشر شده قرار بیشتر توضیح بدم راجع به آقای خامنه ای، کتابی که به اسم رفیق خامنه ای در اومده، بیشتر برامون توضیح بدن، نظرشون بدونیم. خیلی ممنون، خداحافظ. سپاسگزارم دوست من. ببینید، من نظرم راجع به اون کتاب گفتم و نگفتم، به این معنا که بنده اعتقاد ندارم آقای خامنه ای در دانشگاه پاتریس لومومبا درس خوندن، این با مسیر زندگیشون نمیخونه. اون مقدارم که من مسیر زندگیشون رو میدونم، حداقل به خاطر آشناییشون با مرحوم پدرم و اون زمانهایی که ایشون رو دیدم، نمیتونه این درست باشه. بنابراین دیگه من پیگیر این قضیه نشدم. هموطن بعدی،
با سلام. من خیلی 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 دوست دارم آقای نوریزاده را. میخوام سلام من را به آقای نوریزاده برسونیم. اسم بندم حسین کولیبنده. من از زمانی که ایشون در رادیو آمریکا، در سوی آمریکا و چه الان در ایران فرزاره کار میکنه، سرپرستی میکنه، دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم. اینی که سلام من گرمه 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 منو بهش برسونیم. خداحافظ. دوست نازنینم سلامتون رسید، سپاسگزارم ازتون، محبت دارید به من. این سلام ها خب مثل این سیم الکتریسیته است، وصل میکنی به بدن من، احساس تمام میریزه و انقدر انرژی میگیرم. ممنونم ازت. پیام بعدی رو بشنوید. قربان، خسته نباشید. من یاوری هستم. درود دارم با آقای نوریزاده عزیز. یک خواهش کوچیک دارم که این خواهش رو من چندین بار کردم. امیدوارم که این حرفه که من میزنم یه انتقاد دوستانه و برادرانه باشه، نه هیچ چیز دیگری. من بارها از ایشون خواهش کردم که در برنامهشون یا یه بلندگوی درست استفاده بکنن که زمانی که صدایشون بالا و پایین میره ما اینقدر این اینترنت یا لپتاپی که ما داریم یا تلویزیونی که داریم بلند و پایین نکنیم. بارها شده من از شب از سر کار میام، موبایلم رو روشن میکنم، اینترنت رو روشن میکنم، اکثر موقع لپتاپ رو باز میکنم، متاسفانه هی صدای آقای نوریزاده میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. و فقط هم در برنامه خودشونه. مثلا تو برنامه تفسیر خبر هیچ وقت اینجوری نیست. نمیدونم سیستم چجوریه که حالا یا ایشون رعایت میکنه بلند و یواش صحبت کردن و یا هرچی که هستش. ازتون تمنا میکنم که صدای اینو یا یه سیستم ساوند درست با یه مودولیتر یا اوسیلیترهایی هستش که خودش هر چقدر هم شما داد بزنی بالا پایین یا یواش بخواین شما صحبت بکنید، صدا رو اجاست میکنه، اندازه گیری میکنه، بعد پخش میکنه. متاسفانه این برنامه نده و اکثر تلویزیون های مشکل رو دارن. و یکی از برنامه هایی که ما اصلا بیشتر دوست داریم یکی برنامه آقای نیزاده هستی که آقای نوشیری، متاسفانه جو تیریم مشکل رو داریم ما و این صدا رو هی بلند میکنیم هی کم میکنیم، هی بلند میکنیم هی کم میکنیم. ازتون تمنا میکنم یه فکری بکنیم که تاثیر داشته باشه عوض شو این سیستمی که هستش. ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. درود و فراوان به آقای نوریزاده عزیز و تمام کارکنان تلویزیون ایران فردا. خدا حافظ. سپاسگزارم دوست من. توجه داریم به این مسئله، الانم دارن این سیستم رو ایمپروفش میکنن. چون شما گفتید برنامه های دیگه همه خوبه، بنابراین معلوم از جایی که میشنوین صدا خوبه، فقط برنامه منه که مشکل داره. و اینه که در این زمینم حتما مطمئن باشید توجه مطلوب بهش خواهد شد. فعلا دو تا من اینجا میکروفون زدم به سینم که صدا از دو جهت گرفته بشه، احتمال داره بالا مشکلی باشه، اونم رفع خواهیم کرد. ممنونم. بیننده بعدی. سلام، خسته نباشید. من از آلمان زنگ میزنم. من برنامه افق رو از تلویزیون وویس آمریکا میدیدم از طریق اینترنت. من از طریق اینترنت الانم چند روزه که این برنامه رم. امروز دیدم آقای یکی صحبت کرد با آقای نوریزاد که من اون برنامه افق دیده بودم. در افق آقای نوریزاد هم اونجا تشریف داشتن، دکتر نوریزاد. میخواستم ببینم این آقای دهخان بود چی شده که دیگه برنامه افقو نداره. من هر چی زنگ میزنم به وویس آمریکا پیغام میزنم هیچ جوابی نمیشنوم. میشه خواهش کنم ببینم؟ بعد گفتم شاید ایشون اومدن تو برنامه شما یا کجا هستن. متشکرم، خداحافظ. سپاسگزارم بانوی گرامی. دهخان پور دوست عزیز منه، خودش، خانوادهش و بسیار محترم و دوست داشتنی. در صدای امریکاست ایشون، ولی نمیدونم روی مسئله افق هنوز شاید یه اختلاف نظرهایی باشه، ولی امیدوارم حل بشه. به هر حال تا مدت ها هنوز تصویر دهخانپور بود به عنوان
مجری برنامه افق، شاید طرح تازه‌ای داشته باشه، من زیاد در جریان نیستم، ولی به هر حال او یکی از اسدهای صدای آمریکاست و بسیار هم کارش رو قشنگ انجام میده. هموطن بعدی. جناب آقای دکتر نوریزاده، با سلام و با تشکر از زحمات شما میخواستم سوال کنم، اگه ممکنه بفرمایید دلیل این همه دشمنی هیتلر با یهودی ها سر چی بوده؟ از این که مرتب با سوال به شما زحمت گیریم عذرخواهی میکنم، فعلا هم جز تشکر کار دیگه یا دستون بر نمیاد. امیدوارم همیشه تندرست و شادمان باشید. ایرانی هستم از خانه پدری. سپاسگزارم آقای ایرانی. این دومین بار بود که برنامه امروز صدا شما پخش شد. حالا با آرش باید بگم اگر صداها رو میشنوی دیگه باید حتما یه بیننده ما یک بار صداش در یک هفته پخش بشه، ولی صدای شما دو بار پخش شد در دو مورد. دشمنی هیتلر با اسرائیل با یهودیان چه بود؟ جمهوری ولایت فقیه چرا با اهل سنت بده؟ چرا با یهودی ها بده؟ با بهایی ها بده؟ چرا میخواد بهایی ها رو نابود کنه؟ هیتلر هم همین بود، یه آدم نجات پرست بیمار که یه توجیهات رو مثلا در موقعی که سرجوخه بوده هم صابخونش یهودی بوده به مادر پیرش فشار رو ورده که خونه رو تخلیه کنه. بهانه های علکی، بابت این بهانه شما 6 میلیون انسان رو میکشی؟ بیمار روانی جنایتکاره و از این جنایتکارا خلخالی از آدم کشی لذت می برد، چون بیمار روانی بود، جنایتکار، جاش تیمارستان بود و خمینی جای او رو گذاشته بود تو دادگاه انقلاب. محمدی گیلانی یک بیمار روانی بود، آدم می کش و لذت می برد، ارضای جنسی می شد وقتی کسی تو گلوله و خون غلط می زد. هادی غفاری مرحوم هویدا رو از پشت گردنش رو با هفتیر زد. اینا بیماران روانی هن که باید اینا در تیمارستان بستری کرد و برق داد بهشون، معالجه شون کرد، نه به جان مردم انداخت. هیتلر هم اگر واقعا در اون زمانی که این آشکار کرد این افکارشو، به جان که بیان دبیر حزبش بکنن به تیمارستان برده بودن، بشریت دچار اون مصیبت جنگ جهانی دوم نمیشد و 6 میلیون یهودی نابود نمیشدن و میلیون ها انسان دیگه، 15 میلیون اتحاد شوروی کشته داد. اینا این اتفاقا افتاده به خاطر بیماری های یک مجنون، یک دیوانه و یک آدم کش که نموناش بشار اسد 250,000 نفر رو کشته، پدرش 40,000 نفر رو تو همه کش هستن. اینا هموطن بعدی. سلام آقای علیرضا نوریزاد، خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم، برنامه خیلی جالبی دارید، ناگفته‌های زیادی رو شما پخش میکنید که ما اصلا از هیچ کس نشنیدیم تو ایران و نمیذارن که ما بشنویم. امیدوارم برنامه‌تون روز به روز بهتر بشه و چیزایی واسه مردم بذارین که مشت اینا باز بشه. ممنونم ازتون، خدا نگهدار. سپاسگزارم بانوی گرامی از این همه مهر و لطفتون. تلاش میکنم حرفی برای گفتن در برنامه ها داشته باشی. به پایان رسیدیم، خیلی سریع میگذره. ضیافت شما ضیافت با شکوهی است، میزبان صداهای شما بودن افتخار بزرگی است. پس تا هفته دیگه همین ساعت و همین جا باز میگویم ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده همونطور که گفتم تا هفته دیگه. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.